حکایت آن شخص که در عهد داوود شب و روز دعا می کرد که مرا روزی حلال ده بیرنج. آن یکی در عهد داوود نبی نزد هر دانا و پیش هر غبی این دعا می کرد دایم که خدا ثروتی بیرنج روزی کن مرا. چون مرا تو آفریدی کاهلی زخم خاری سوست جنبی منبلی بر خران پشریش بی مراد بار اسبان و سران نتوان نهاد. کاهلم چون آفریدی ای ملی روزیم ده هم زراح کاهلی. کاهلم من سایه خسبم در وجود خفتم من در سایه این فضل و جود. کاهلان و سایه خسبان را مگر روزی بنوشته ای نوعی دگر. هر کرا پاوی است جوید روزی هر کرا پاو نیست کن دلسوزی. رزق را میران به سوی آن حزین ابر را باران به سوی هر زمین. چون زمین را پا نباشد جود تو ابر را رانت به سوی او دوتو. طفل را چون پا نباشد مادرش آبید و ریزد وظیفه بر سرش. روزی خواهم به ناگه بی تعب که ندارم من ز کوشش جز طلب. مدت بسیار می کرد این دعا روز تا شب شب همه شب تا زها. خلق می خندید بر گفتار او بر طمع خامی و بر بیگار او. که چه می گوید عجب این سست ریش یا کسی داد است بنگ بیهوشیش. راه روزی کسب و رنج است و تعب هر کسی را پیشه داد و طلب. راه روزی کسب و رنج است و تعب هر کسی را پیشه داد و طلب. اطلب الارزاق فی اسبابها ادخل الاوطان من ابوابها. شاه و سلطان و رسول حق کنون هست داوود نبی زوفنون. با چنان عزی و نازی کندروست که گزیدستش عنایت‌های دوست. معجزاتش بی شمار و بی عدد موج بخشایش مدد اندر مدد. هیچ کس را خود ز آدم تا کنون کی به دست آواز صد چون ارغنون. کی به دست آواز صد چون ارغنون که به هر وعظی بمیراند دویست. آدمی را صوت خوبش کرد نیست. شیر و آهو جمع گردد آن زمان سوی تذکیرش مغفل این از آن. کوه و مرغان هم رسایل با دمش هر دو اندر وقت دعوت محرمش. این و صد چندین مرورا معجزات نور رویش بی جهان و در جهات. با همه تمکین خدا روزی او کرده باشد بسته اندر جستجو. بی زره بافی و رنجی روزیش می نیاید با همه پیروزیش. این چنین مخزول واپس مانده ای خانه کنده دون و گردون رانده ای. این چنین مدبر همین خواهد که زود بی تجارت پر کند دامن ز سود. این چنین گیجی بیامد در میان که برایم بر فلک بی نردبان. این همی گفتش به تسخر رو بگیر که رسیدد روزی و آمد بشیر. وان همی خندید ما را هم بده زان چه یابی هدیه سالار ده. او از این تشنیع مردم وین فسوس کم نمی کرد از دعا و چاپلوس. تا که شد در شهر معروف و شهیر کوز انبان توهی جوید پنیر. شد مثل در خام طبعی آن گدا او از این خواهش نمی آمد جدا.